به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید به نقل از فیسبوک شادب امین بیگزاد، پدرام عضو مجلس نمایندگان شرم بر تو آقای غنی که چرخبالهای ارتش را برای انتقال پاکستانی ها در مراسم تعلیف خود می فرستی. اما در مقابل غرق ساختن مهاجران توسط ایرانی ها سکوت می گونی. شرم بر تو آقای عبدالله که در فکر قدرت و چوکی خود استی اما صدای زجر و ناله مردم را نمیشنوی این در حالی است مایک پومپیو خواهان بررسی جامعه کشتار کارجویان افغان در مرز ایران شد مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا می گوید که گزارش ها در مورد بدرفتاری شکنجه و غرق کردن کارجویان افغان توسط مرزبانان ایرانی را شرماور خوانده و از آن وحشت زده شده است. او از مقامهای های افغان خواسته است که این گزارش ها را به صورت کامل تحقیق کنند و به دنبال پاسخگویی عاملان آن باشند. مایک پومپیو روز چهارشنبه 17 سور در سخنان با اشاره به کشته شدن کارجویان افغان در مرز ایران گفت که امریکا تنها ملتی نیست که شهروندانش مورد بدرفتاری رژیم ایران قرار گرفتند. اشاره او برخی از شهروندان زندانی امریکا در ایران بوده است. او در ادامه افزود طبق گزارش های نشر شده مرزبانان ایرانی در مرز ولایت هرات مهاجران افغان را که برای جستجوی نان از مرز عبور کرده بودند مورد سوء استفاده قرار داده شکنجه کرده و در آب انداختند. آلس ویلز معاون مایک پومپیو در امور آسیای مرکزی و جنوبی نیز چند روز پیش خواست مشابه را مطرح کرده بود. پنج روز پیش گزارش های نشد شد که طبق آن مرزبانان ایران شمار از کارجویان افغان را که می خواستن به صورت قاچاقی به ایران بروند شکنجه کرده و سپس آنها را به دریا انداختند. محمد انیف سرپرست وزارت امور خارجه که روز گذشته در پیوند به این موضوع به کمیسیون امور بینالمللی مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بود گفت که تاکنون 16 نفر از این افراد نجات یافتند 18 تا 20 تن ناپدیدند و 16 جسد نیز پیدا شده است وزارت امور خارجه ای ایران اما دست داشتن نیروهای مرزیش را در این رویداد رد کرده است ارگ ریاست جمهوری و وزارت خارجه و دریا افگندن کارجویان افغان در مرز ایران را جنایت نابخشودنی خواند و وعده دادن که آن را به صورت جدی پیگیری می کنن. و همچنان خبر دیگری از اشت صبح فاز تازه در روابط افغانستان و ایران حکومت افغانستان در حال تحقیق در مورد ادعایی است که از سوی شمار از کارجویان افغان منتشر شده است این کارجویان جمعه همین هفته ادعا کردند که پس از عبور غیر قانونی از مرز ایران توسط پلیس آن کشور دستگیر و سپس به رودخانه پرتاب شدند. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این ادعا آیت را تعیین کرد تا چند چون این رویداد را بررسی کند. هنوز نتایج این بررسی به صورت رسمی اعلام نشده اما ارگ و وزارت خارجه هر دو اعلامیه های شدید و لحن و تند را در پیوند به این رویداد منتشر ساختند. با نشر این اعلامیه می توان اثبات کرد که جان باختن شمار از کارجویان افغان در مرز میان دو کشور روابط افغانستان و ایران را وارد فاز تازهی ساخته است. دو اعلامیه ای که از آدرس ارگ ریاست جمهوری افغانستان و وزارت خارجه کشور منتشر شده لحن بسیار تندی دارند. ارگ در پیوان به کشته شدن شمار از کارجویان افغان در منطقه مرزی دهنه زلفقار این رویداد را جنایت و عمل غیر انسانی انوان کرده و آن را نابخشودنی خوانده است. تویت صدیق سیدیخ صدیقی سخنگوی رئیس غنی در واکنش به کشته شدن شمار از کارجویان افغان در مرز با ایران به نظر می رسد که لحن بیانیه وزارت خارجه افغانستان حتی تندتر از بیانیه ارگ است. حنیف اتمر که کمتر از یک ماه پیش سرپرست وزارت خارجه شد با نشر تویت نوشت ظلم و وحشت که باعث شکنجه و شهادت مردم و مظلوم ما در مرز افغانستان و ایران گردیده خاطر ملت ما را به شدت اندوگین ساخته است در ادامه تویت آقای اتمر آمده است این غمغم مشترک ماست به هموطنان خیش اطمینان می دهم که تا رسیدن به حق و عدالت این جنایت نابخشودنی را با تمام امکانات دیپلماسی کشور پیگیری خواهم کرد. اعلامیه های این دسته را در یک دهه گذشته از آدرس حکومت افغانستان در واکنش به هیچ موردی بخاطر خاطر برخی اعلامیه های نسبت انتون هر از گاهی از آدرس حکومت در واکنش به برخی عمل کردهای سیاسی امنیتی پاکستانی ها محدود بوده است. تویت محمد انیف ادمر نامزد و وزیر و وزارت خارجه و سرپرست این وزارت در پیوند به با جان باختن شمار از کارجویان افغان در مرز دو کشور در هر دو اعلامیه اخیر مخاطب تویت ها واضح مشخص نیست نه ارک و نه هم وزارت خارجه افغانستان هیچ کدام اشاره به مخاطب خود نداشتند در هر دو اعلامیه تاکید شده است که رویداد اخیر مرز ایران و افغانستان که یک عمل غیر انسانی است پیگیری خواهد شد. شاید امده ترین دلیل بیالاقگی اعلامیه های عرق و وزارت خارجه به گرفته نشدن نامی از دولت ایران این باشد که انوز نتایج بررسی های حیات اقیقتیاب مشخص نشده است. با این وصف پس چرا چیگونه حکومت افغانستان پیش از بررسی نهایی و اعلام رسمی نتایج به این موضوع واکنش نشان داده است؟ به ویژه این که دبلومات های ایرانی در افغانستان این ادعا را بر اساس اطلاعات اولیه خودشان رد کردند ولی قول دادند که تحقیقات بیشتری را انجام دهند. برای واکنش های زودنگام تند حکومت افغانستان به این حادثه دست کم سه عامل را می توان تحلیل کرد. عامل نخواست مشخص شدن برخی از واقعیت های این رویداد داد روایت هایی که از آدرس بازماندگان و شاهدان عینی منتشر شده حیرت انگیز و اندوبار است. های عینی با رسانه ها در مورد چیگونگی و این رویداد صحبت کردند. برخی از آنها ادعا کردند که علاوه بر رودخانه افگنده شدن کارجویان پلیس مرزی ایران به ساکنان محلی اجازه نجات دادن غرشدگان را هم نداده است. حکومت افغانستان چهار روز است که با شاهدان عینی این رویداد در تماس است. شاهدان عینی اسناد از این رویداد احتمالا در اختیار هیئت بررسی کننده و حکومت افغانستان قرار دادند شاهدان عینی پیش از این فلم های حاوی تصاویر شمار از غرق شدگان را نیز منتشر کرده بودند ممکن است که بازماندگان و شاهدان عینی اسناد بیشتری را با هیئت وزارت خارجه افغانستان به اشتراک گذاشته باشند و هرگ ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان نیز با تکیه بر امین اسناد پیش از نشر رسمی نتایج بررسی ها مجبور به واکنش شده باشند. عامل دوم پیشینه روابط دو کشور در هفته های گذشته روابط حکومت افغانستان و ایران در شش هفته گذشته دچار آشفتگی نسبی شده است. این آشفتگی از آنجا آغاز شد که هیچ نماینده از سفارت ایران در کابل در مراسم تعلیق ریاست جمهوری افغانستان شرکت نکرد. زمانی که در سال 1396 حسن روحانی رئیس جمهور ایران محمد اشرف غنی را برای حضور در مراسم تعلیف خود دعوت کرد آقای غنی به عنوان یکی از مهمانان ارشد به تهران رفت دو ماه پیش که مراسم تعلیف آقای غنی در کابل برگزار شد هیچ نماینده حتی در سطوح کوچک در مراسم تعلیف آقای غنی شرکت نکرد هرچند تفاوت مراسم تعلیف آقای روحانی با مراسم تعلیف آقای غنی در این بود که در افغانستان همزمان دو مراسم تعلیف برگزار شده بود و یارگیری های ارگ و سپیدار برای شرکت دبلومات های خارجی افزایش یافته بود. ارگ و سپیدار تلاش میکردند که مشروعیت خود را با حضور نماینده های کشورهای دیگر تثبیت کنند. ایران اما نه ای را به ارگ فرستاد و نه هم به سپیدار. از آنجایی که ارگ مراسم تعلیف آقای غنی را قانونی و مراسم تعلیف آقای عبدالله را غیر قانونی ظاهرا از عدم حضور یک نماینده ای ایران در این مراسم ناراض است سفارت ایران در افغانستان تاکید کرده بود که این کشور موضوعی در خبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ندارد در ماه حود سال گذشته و چند روز پس از برگزاری دو مراسم تعلیف در افغانستان رسانه های خبری از اخراج دبلومات های دو کشور منتشر کردند. بر مبنای این گزارش گفته شد که ایران دو دیپلمات افغان را در تهران در تلافی به اخراج شمار از دبلومات های ایرانی از کابل اخراج کرده است. دوستان عزیز از این تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت لایک و سابسکرایب نمایید تا ویدیوی بعد الله نگهدار.